به نام یاد خدای مهربان بارز سلام به شما خوبان، امیدوارم صحتمند باشین. شما در برنامه خودتون خوش آمدید میگم. دوستان امروز به ادامه درس های روزهای قبلی در رابطه با رابطه آیونی صحبت میکنیم. یادتان باشد رابطه آیونی یکی از موضوعات بسیار جذاب و کنکوری است. دوستان عزیز ببین، در بحث رابطه آیونی شما چند موضوع الزاماً باید یاد داشته باشین. سعی کنید نکته شماره 1 می داشته باشیم، نکته شماره 2 داریم، نکته شماره 3، نکته شماره 4 و نکته شماره 5. حداقل شما 5 نکته را الزاماً باید یاد بگیرید. اول قسمتش دوستان ببین، رابطه آیونی اولین کاری که انجام میتیم نامش رو میگیم که رابطه آیونی به نام چی میشه. بعدش میم روی کاشفش صحبت میکنیم که رابطه آیونی رو کی کشف کرد. بعد از کشفش میم روی تعریفش صحبت میکنیم ببینیم که رابطه آیونی رو کی تعریف کرد. بعد از تعریفش میم روی حالتش صحبت میکنیم که رابطه آیونی چند حالت داره و بعدش هم روی تفاوتش صحبت میکنیم. اما تفاوت چیه دوستان؟ تفاوت الکترونگاتیو رابطه آیونی صحبت میکنیم. اول دوستان عزیز میم روی رابطهشان متوجه باشین. رابطه آیونی به نام رابطه برقی یاد میشود. این دوستان سعی کنید رابطه آیونی به نام رابطه برقی یاد میکنیم. یک، بعد کاشف رابطه آیونی شخصی است به نام کوسل یاد میشه. متوجه باشین کوسل عالم جرمنی هست. این دوستان عزیز ببینید عالم جرمنی باشد. در بحث تعریف رابطه آیونی هرچند تعریف های متفاوت می داشته باشد، ولی الزاماً شما دو تا تعریف از رابطه آیونی داشته باشین. یک تعریفش برای اساسات یا مضمون اساسات، یکش هم برای کنکور هست دوستان. ببین قسمت اولش تعریف میکنیم، میگیم رابطه آیونی رابطه ایست که از دات، سعی کنید داد و گرفت، اما گرفتی چی هستن؟ ببینید دوستان رابطه آیونی رابطه است که از داد و گرفتی الکترون ها به وجود می آید. اینه دوستان ببینید رابطه آیونی رابطه است که از داد و گرفت الکترون ها به وجود می آید. یک تعریف دیگه هم داریم که تعریف دومی مخصوص کنکور هست دوستان. میگیم رابطه آیونی رابطه ای است، ببینید خیلی مهم است، که بین ذرات چارجدار مختلف العلامه به وجود می آید یا تشکیل می شود. پس می توانیم بنویسیم دوستان، ببین اینا میگیم که بین ذرات، اما ذراتی چی هستن؟ سعی کن میگیم که بین ذرات چارجدار مختلف العلامه، اینا بین ذرات چارجدار مختلف العلامه تشکیل می شود. این خیلی مهم می باشه دوستان. اینا ببینید بین ذرات چارجدار مختلف علامه چی می شود؟ تشکیل می شود. این نکته نکته بسیار مهمی است دوستان. متوجه باشین در بحث دیگه که می داشته باشیم رابطه آیونی حالتش هستن. یادتان باشه دوستان خوبم، مولکول هایی که رابطه آیونی دارد حاوی دو حالت می باشد. ببین اینا بحث هایی است که بسیار زیاد در کنکور تکرار می شود. ما دوست نداریم که یک تا سوال شما در کنکور باقی بماند. یعنی تمامی سوالاتی که مرتبط با مضمون کیمیاست در کنکور شما حتما اون رو حل کنید و تیک نمایید. زمانی می توانید این کار انجام بیتین که بیننده برنامه خودتان باشین. دوستان عزیز ببین داری بس، مولکول های رابطه آیونی دارد دو حالت می داشته باشد. یکیشان چیه؟ یکیشان که اصلا حالتش جامد می باشد اینه، و یکی دیگهشان حالتشان مذابه می باشد. دوستان در بحث اول اینجا می بررسیش میکنیم. میگیم حالت جامد حالتی است، سعی کنید میگیم که مولکول هایی که رابطه آیونی دارد در حالت جامد هادی برق نیست. این نکته را به خاطر بسپارید دوستان. پس میگیم به حالت جامد هادی نیست، ولی هادی چی نمی باشد؟ متوجه باشین میگیم هادی برق نیستن. این دوستان عزیز ببینید میگیم هادی برق نیست، یادتان باشه دوستان. این دوستان عزیز ببین میگیم در حالت جامد هادی برق نیست، اما سوال می شود چرا؟ برعکس دوستان، در حالت مذابه مولکول های که رابطه آیونی دارد هادی برق است. این دوستان هادی برق می باشد یا هادی برق است؟ باز هم اینجا یک تیک مارک میزنیم دوستان، باز هم قسمت ببینید یک علامه سوالی رو مطرح میسازیم. چرا در حالت جامد هادی برق نیست؟ علتش است دوستان، چون الکترون ها حرکت می داشته باشد، ولی حرکتشان چی هستن؟ حرکتشان به صورت اهتزازی می باشد. این نکته را به خاطر بسپارین، بسیار نکته مهم و اساسی است. ببین قسمت دوستان میگیم در حالت جامد هادی برق نیست، این قسمت گفتیم نیست. چرا نیست؟ چون الکترون ها حرکت اهتزازی می داشته باشد. اما به خاطر بسپارین دوستان در حالت مذابه هادی برق می باشد. دوباره سوال کردیم چرا؟ چون الکترون حرکت آزاد می داشته باشد دوستان. پس این قسمت می نویسیم میگیم که الکترون ها حرکت می داشته باشد، ولی حرکتشان چگونه است دوستان خوبم؟ به حالت آزاد می باشد. الکترون به حالت ببین
الکترون ها چون حرکت آزاد دارند به حالت مذاب است، او زمان هادی برق است. اما در حالت جامد هادی برق نیست. چرا؟ چون الکترون ها حرکت اهتزازی می داشته باشد. خیلی خوب دوستان عزیز، ممکن است سوال در ذهنتون ایجاد شود که مولکول هایی که رابطه آیونی دارد، مثلا نمک، چند حالت می داشته باشد؟ ببینید دوستان، یک مثال این قسمت برتان میگم. اینه یک مثالی از مولکول هایی که رابطه آیونی دارد. نمونیش فرضاً اینه سدیم کلوراید یا نمک طعام رو میگیم دوستان. به خاطر بسپارین دوستان عزیز، نمک طعام نمونی از مولکول هایی است که رابطه چی دارد؟ آیونی میداشته باشد. ولی همین که رابطه آیونی دارد، بیم حالت مذابه، حالت جامد رو بگیم دوستان عزیز، زمانی که نمک را در داخل پاکت یا در داخل بشقاب میداشته باشیم، اون میشه حالت جامدش. ببین حالت جامد میشه، در حالت جامد هادی برق نیست. ولی زمانی که همین نمک را ما در داخل آب بیاندازیم، اون زمان هادی چی میشه؟ هادی برق میشه. اون زمان حالتش میشه مذابه، و زمانی که مذابه شد هادیش میشه هادی برق میباشد، و زمانی که هادی برق بود دارای الکترون های آزاد میباشد. دوستان عزیز، مثال یا نمونه اش گفتیم نمک طعام یا سدیم کلوراید می باشد. با خاطر بسپارین دوستان، قسمت دیگه که داریم، ببینید قسمت تفاوت الکترونگیتیف از اینا بسیار مهم است دوستان. خیر است، من قسمت می نویسم در رابطه آیونی یادتان باشد دوستان عزیز، تفاوت الکترونگیتیف یک حد می داشته باشد. اینه این قسمت نوشته کردیم تفاوت الکترونگیتیف. متوجه باشین دوستان که تفاوت الکترونگیتیف بزرگتر یا مساوی از چند از 1.7 الکترو ولت می باشد. با خاطر بسپارین صرف این نکته را، انشاءالله باز ما در قسمت مثال در بحث مثال مفصل براتون توضیح خواهیم داد. اما شما فعلا یاد داشته باشین که رابطه آیونی تفاوتش، ببین، بزرگتر یا مساوی از چند است؟ از 1.7 می باشد. دوستان عزیز، این که رابطه آیونی رو چرا برقی میگیم، این که رابطه آیونی از داد و گرفت الکترون ها به وجود میاد، این که بین ذرات چاردار مختلف علامت تشکیل می شود و موضوعات دیگه هستند دوستان، تمام اینها را دانه دانه با مثال کار میکنیم تا ذهنشین شود. یعنی به صورت اینا را خواهیم کار کرد دوستا، شما به صورت کامل یا اساسی این موضوعات را یاد بگیرین. پس بنابر دوستا، من تخته را پاک میکنم، دوباره برمیگردیم در قسمت مثال و موضوعات دیگه که در رابطه با موضوعات رابطه آیونی باشد. و خیلی خوب است دوستان عزیز که شما حتما حتما یک کتابچه و قلم پیشتون باشد تا نکات زیبایی را که ما از طریق برنامه خودتون با شما خوبان ارائه میکنیم آنها را یادداشت کنیم. دوستان عزیز، یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم، این موضوعات با شما خوبان تشریح خواهیم کرد. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز. در قسمت اول برنامه در رابطه با رابطه آیونی مشخصات کامل را کردیم. حالا میخوایم مثال از اینا براتون توضیح بدیم. مثلا دوستان عزیز، ببین در بحث رابطه آیونی یک مثال توضیح میدیم. مثلا داریم سدیم، یادتان باشه دوستان، ببین مدار اول، این مدار دوم، این مدار چندم، مدار سوم میباشد. اما در این بحث دیگه هم در این قسمت داریم چه کلورین میداشته باشیم. یادتان باشد مدار اول اینم، ببین مدار دوم، این مدار چندم، مدار سوم میباشند. دوستان باید داشته باشین این موضوعات بسیار موضوعات مهمی هستند. این مدار اول، دوم و این سوم. این قسمت میگه مدار اول، دوم و چندم، سوم. ببین دوستان، این قسمت داریم دو تا الکترون، این اینجا می داشته باشیم چند تا؟ 8 تا الکترون، و این قسمت هم داریم 7 تا که مجموعا جمع کنیم میشه 17. این هم چون نمبر 11 است، این قسمت داریم 2 تا، این قسمت هم داریم 8 تا. اما اینجا می داشته باشیم چند تا؟ ببین 1 تا الکترون. خیلی خوب دوستا، سعی کن این فلز است، سدیم فلز است، اما کلور چیست؟ کلور غیر فلز. ببین دوستان عزیز، ما در درس های قبلی براتون تشریح کرده بودیم که تمام اتم ها با 8 تا الکترون اوکتیت میشه. پس ببین دوستان، سگون سدیم در مدار اخیر چند الکترون داره؟ 1 تا. ببین کلور چند تا داره؟ 7 تا. پس ای اگر یک دانه، ببینی یک دانه رو باخت، یعنی ببازد، پس ای اگر باخت اینج کم میشه، سکون مدار با کلی از بین میره. اما برعکس چند تا الکترون میشه؟ 8 تا الکترون میشه، پس ای اوکتیت میشه. ببین چون که یک الکترون رو باخت، چارج شد مثبت. ولی طرف کلور رو داشتیم دوستان، کلور چند تا داریم؟ 7 تا. یکم از سدیم گرفت، حالا چند تا میشه؟ میشه 8 تا. پس ببین ایام اوکتیت گردید، یا اوکتیت شد، ولی چارج چی شد؟ منفی شد. پس بنابراین دوستا، ببین یک نتیجه بگیریم. نتیجه ای که ما اینجا میگیریم این قسمت میباشه دوستا. سعی کنید رابطه آیونی رو گفتیم از داد و گرفت به وجود میاد. این قسمت سدیم الکترون ها را داد، اما اینجا چیکار شد دوستا؟ سعی کن کلور الکترون ها را گرفت. پس اینجاست که میگوییم رابطه آیونی از داد و گرفت الکترون ها به وجود میاد. یک نکته. دوم،
همچنان یک تعریف کنکوری هم برای رابطه آیونی داشتیم. این گونه توضیح دادیم. گفتیم رابطه آیونی بین ذرات چارجدار مختلف العلامه تشکیل میشه. متوجه باشین. چارجش چی شد؟ مثبت. چرا مثبت شد؟ به خاطر که یک تا الکترون رو باخت. خیلی خوب دوستا. ببین کلور چی شد؟ چارجش منفی شد. منفی چند؟ منفی یک. چرا منفی شد؟ به خاطر که یک تا الکترون رو گرفت. پس میتونیم بگیم دوستا رابطه آیونی بین ذرات چارجدار مختلف العلامه است. اتمی که الکترون رو میبازد چارجش میشه مثبت و اتمی که الکترون رو میگیره چارجش میشه منفی. پس بنابراین دوستا ما یک موضوع از اینجا نتیجه میگیریم. نتیجه ای که میگیریم ایست همیشه به خاطر بسپارین دوستا مولکول ها. ببین اتمی که الکترون ها رو میبازد چارجش میشه مثبت و چارج ببین او میشه مثبت. خیلی خوب دوستا. پس ای که چارج مثبت شد کدام از فلزات میباشد؟ این دوستا پس من قسمت می نویسم فلزات. اما بحث کجاست؟ بحث اینجاست. همیشه یادتون باشد فلزات با باخت الکترون اوکتیت می گردد. خواهش می کنم این نکات اساسیه، بسیار مهم کنکور است. همیشه با خاطر بسپارین فلزات با باخت الکترون اوکتیت می گردد. پس من اینجا می نویسم دوستا فلزات با چی هستن؟ با باخت. اما با باختی چی دوستا؟ با باخت الکترون اوکتیت می گردد. اینه ببین همیشه یاد داشته باشین فلزات با باخت الکترون اوکتیت می شود. اینو نکته را به خاطر بسپارین دوستان. فلزات با باخت الکترون اوکتیت می گردد. اما این قسمت دیگه هم داریم، غیر فلز داریم. ببین دوستان عزیز پس کلور خودش چیست؟ غیر فلز می باشد. یادتان باشد. اینه ببین قسمت میتونیم بگیم که فلور غیر فلز می باشد. باید داشته باشین دوستان که غیر فلزات همیشه با جذب الکترون اوکتیت می گردد. پس من قسمت می نویسم کن غیر فلزات با جذب الکترون اوکتیت می شود یا اوکتیت می گردد. این نکته را هم به خاطر بسپارین دوستا. همچنان باید داشته باشین یک نکته بسیار مهمی که اکثر فرم ها حاوی این سوال می باشد دوستا. شما متوجه باشین دوستان عزیز سکن فلزات الکترون ها رو میبازد چارجش میشه مثبت و غیر فلزات الکترون ها را جذب میکنه چارجش میشه منفی. پس بنابراین دوستا ما این قسمت میداشته باشیم چارج های مثبت و منفی. این مثبت شد اینو در نظر میگیریم منفی، بازم مثبت، بازم منفی، بازم مثبت، بازم میگی منفی. ببین قسمت دوباره منفی داریم، مثبت داریم، منفی داریم، باز مثبت داریم، باز منفی داریم، باز مثبت. این قسمت دوباره مثبت، منفی داریم، مثبت، منفی، مثبت و منفی میباشه. دوستا ببینید یک شبکه اگر در نظر بگیریم، من میمیرم به صورت یک شبکه رسم میسازم. ببینید قسمت ما فرض میکنیم هم یک شبکه هست. ببینید قسمت یک شبکه هست. خیلی خوب دوستا سکن اینی چار چیه؟ اینی کس مثبته. چارچ مثبت همیشه به نام کاتیون یاد میشود. این نکته رو به خاطر بسپارین. خیلی خوب دوستا. اما این چی است دوستان عزیز؟ مثلا اینو در نظر میگیریم، این چارچ منفی است که چارچ منفی به نام چی یاد میشه؟ به نام انیون یاد میگردد. دوستان عزیز حالا داستان بحث کجاست؟ بحث اینجاست به خاطر بسپارین مولکول هایی که رابطه آیونی دارد هر کاتیون، ببینید چارچ مثبت این کاتیون توسط چارچ های منفی یعنی انیون احاطه شده، که من همین موضوع را در شکل برتون رسم می‌نمایم. ببینید قسمت مثبت است، همین چارچ مثبت که هستن سعی کنید دوستا توسط چارچ های منفی احاطه شده. این دوستا پس اگر شما در نظر بگیرین اینی اگر چارچ مثبت باشد همین چارچ مثبت یاد کردیم به نام کاتیون است و هر کاتیون ببین توسط چارچ های منفی یعنی چی؟ یعنی انیون احاطه شده. به خاطر بسپارین دوستا که هر انیون هم ببینید قسمت ایره داریم، انیون داریم. حالا یادتون باشه دوستا که انیون ها هم به واسطه کاتیون ها احاطه شده. ببین دوستا چارچ منفی است، همین چارچ منفی به واسطه چی احاطه شده؟ به واسطه چارچ های مثبت احاطه شده. خلاصه گفتم می توانیم دوستان که هر کاتیون توسط چندین انیون و هر انیون توسط چندین کاتیون احاطه شده. ممکنه سوالی رستون پرسان کنید یا ممکنه اکثر وقت یا بعضی از اوقات ممکنه این سوال شما داشته باشد. اگر خواست به صورت مشخص از شما کنکوریان عزیز پرسان کند که هر چارچ مثبت یعنی هر کاتیون توسط چند انیون احاطه شده، شما به جواب آن بگویید هر کاتیون توسط 6 انیون و هر انیون توسط 6 کاتیون احاطه گردیده است. این نکته بسیار مهمی می باشد دوستا. خیلی خوب است که همین قسمت قانون کولمب را نیز به شما عزیزان شرح بیتیم. پس من قسمت می نویسم قانون کولمب. خیلی خوب دوستان عزیز باید داشته باشین
در بحث قانون کلم موضوع جذب الکترون ها یا دفع الکترون ها می باشد که من تلاش میکنم همین موضوع را بسیار کوتاه به شما ارائه بدارم. دوستان باید داشته باشین این قسمت را، خیلی موضوع مهمی می باشد. مثلا دوستان عزیز، این چارچ مثبت، این مثبت، ببینید مثبت داریم، این منفی داریم. ببین دوستان، ضرور نیست که حتما من این موضوع رو بهتون شهر بیتون، فقط یاد داشته باشین موضوع قانون کلم می باشد. چارج ها هم نوع هست و این مختلف رو نمی باشد، فقط یک نکته کافیست که یاد داشته باشین. دوستای عزیز ببینید این قسمت را، چارج های هم نوع همیشه همدیگر چکار می کند؟ دفع می نماید. چارج های ببین هم نوع مختلف و نوع چکار می کند؟ همیشه همدیگر را جذب می نماید. پس بنابران باید داشته باشین بر اساس قانون کلم چارج های هم نوع دفع و مختلف و نوع همدیگر را جذب می نماید. این نکته بسیار مهمی است که براتون توضیح دادیم. دوستان عزیز یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم، در رابطه با خصوصیات رابطه آینی صحبت خواهیم کرد. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز، دوستان عزیز بی نهایت گرامی. در بحث قبلی ما در رابطه با رابطه آینی صحبت کردیم، حالا میخوایم بعضی از موضوعات رابطه آینی رو به شما بیشتر توضیح بدیم. دوستان یادتون باشد موضوعی که بیشتر براتون شرح بدم، ببینید دوستان ما یک قسمت براتون گفتیم مثلا سدیم کلوراید را، ببین سدیم کلوراید یک مثال هست، میخوایم تفاوت رابطه رو براتون توضیح بدم. ببینید دوستان سدیم کلوراید الکترونگتیفش میشه چند؟ 0.9 الکتروولت میباشد. در قسمت دیگه هم داریم کلورین میداشته باشیم. ببین کلور چند داریم؟ 3 الکتروولت میباشد. ما میخوایم چی رو پیدا کنیم؟ تفاوت الکترونگتیف رو باید پیدا کنیم. ببینید تفاوت الکترونگتیف رو چگونه میتونیم دریابیم؟ خیلی ساده، بعضی از اساتید این موضوع بسیار کلان میسازه، ضرور نیست شما کلان بسیار بسیار مغلق یاد بگیرین. یک مثال عامیانه ساده براتون میگم، احمد 10 ساله است، محمود 5 ساله، تفاوت سنشون چند است؟ 5 سال. ببین چطور پیدا کردی 5 سال را؟ عدد کوچک را از عدد کلان منفی ساختیم یا کم ساختیم. اونمو عددی که حاصل میشه عبارت از عددی است تفاوت یاد میشه. ببین اما کار ما اینجا داریم، ما نمیگیم که ببین احمد میگیم 5 ساله، نه، ما میگیم ببین الکترونگتیف سدیم 0.9 الکتروولت است، از کلور چند هستن؟ 3 الکتروولت. حالا کافی است ببین کلور 3 الکتروولت، سدیم چند هستن؟ 0.9. عدد کوچک چند هستن؟ 0.9. عدد بزرگ چند هستن؟ 3. کم کن ازش، این کم کنید دیگه گپ تمام است دوستان. پس میتونیم خیلی راحت دوستان عزیز حالا چیکار کنیم؟ تفاوت الکترونگتیف را دریابیم. شما میتونید به این طریقه یا این گونه دریابید دوستان. پس من مینویسم تفاوت الکترونگتیف از اینا، سکن عدد کلان چند است؟ عدد کلان 3، عدد کوچک 0.9. تفاوتش میشه چند؟ میشه 2.1 الکتروولت میباشد. در حالی که ما داشتیم زمانی که تفاوت الکترونگتیف بزرگ یا مساوی از 1.7 باشد، 7 الکتروولت باشد، او زمان رابطه آیونی است. در حالی که اینجا چند است؟ سکن دقیقاً 2.1 است، پس 2.1 به مراتب کلانتر از 1.7 الکتروولت میباشد. اینجاست که میگوییم رابطه در بین سدیم و کلور رابطه آیونی است. چرا رابطه آیونی است؟ چون تفاوت الکترونگتیفشان بزرگتر از 1.7 آمده است. دوستان عزیز یک نکته بسیار جالب دیگه که میخوایم با شما خوبان تشریح کنیم عبارت از این موضوع می باشد. ببینید ما یک رابطه را داریم به نام رابطه غیر قطبی می داشته باشیم. سعی کنید این قسمت رابطه غیر قطبی داریم که بیشتر اینا به نام تاثیر اوربیتال ها یا تاثیر رابطه هایت می کند که من این گونه براتون تشریح می کنم. سعی کن این رابطه را داریم غیر قطبی، این قسمت اینم می داشته باشیم قطبی، ولی اینجا را می داشته باشیم رابطه چی داریم؟ آینی می داشته باشیم. دوستا در وسط رابطه، در وسط رابطه غیر قطبی و رابطه آینی یک رابطه هست به نام رابطه قطبیت میشه. پس ما اگر رابطه غیر قطبی حرکت کنیم به رابطه قطبی میرسیم، و اگر از رابطه قطبی هم حرکت کنیم، ببخشید از رابطه آینی هم حرکت کنیم به رابطه قطبی میرسیم. پس میتونیم این گونه توضیح بدیم، سرحد جدایی میان رابطه
آیونی و رابطه غیر قطبی عبارت از رابطه قطبی می باشد. دوستان حالا بحث کجاست؟ بحث اینجا می باشند دوستان. شما اول یاد داشته باشین ممکن است این موضوع رو بخواید که سرحد جدایی میان رابطه آیونی و غیر قطبی کدام است. شما خیلی کوتاه میتونید تشریح کنید که رابطه قطبی می باشد. حالا بحث اینجاست دوستان. سعی کنید بحثی که خیلی جالب هست برای ما شما این قسمت می باشد. باید داشته باشین در رابطه قطبی الکترون ها به صورت کامل انتقال می نماید. این موضوع بسیار موضوع مهم است. ببین در رابطه آیونی الکترون ها به صورت، ولی چگونه؟ ببین دوستان به صورت کامل انتقال می نماید. اینا ببین در رابطه آیونی الکترون ها به صورت کامل چیکار می کند؟ انتقال می نماید. حتما این موضوع رو باید یاد داشته باشین. این یک بحثی موضوع بود. قسمت دومش دوستان در رابطه قطبی که اصلا الکترون ها قسمن انتقال می نماید. ببین سوال فرمی بامیان را داشتیم همین سال دوستان. ببین اینا الکترون ها قسمن انتقال می نماید. خیلی خوب دوستان، اینا قسمن انتقال می نماید. سوال کانکور به گونه زیل آمده بود، گفته بود اگر الکترون ها قسمن انتقال نماید کدام نوعی که از رابطه ها ساخته می شد. پس شما باید یاد داشته باشین دوستان که الکترون ها اگر قسمن انتقال کرد رابطه قطبی می شد. دوستان ممکن است شما پرسان کند خب چگونه الکترون ها باید انتقال نماید تا رابطه غیر قطبی تشکیل شود؟ پس به این نکته باید پاسخ بگوییم. در رابطه غیر قطبی انتقال الکترون ها صورت نمیگیره دوستان. پس من می نویسم دوستان عزیز، ببین در رابطه غیر قطبی انتقال الکترون صورت نمیگیرد. اینه دوستان خوبم، ببین انتقال الکترون صورت نمیگیرد. چلیپا می زنیم، این نکته را باید داشته باشین دوستان. در رابطه غیر قطبی اصلا انتقال الکترون ها صورت نمیگیرد. پس در رابطه آیونی چگونه است؟ به صورت کامل صورت میگیرد و در رابطه قطبی هم الکترون ها صورت میگیرد. اما چگونه صورت میگیرد؟ به صورت قسمی یا قسمن. میبخشون استاد قسمن یعنی چی؟ ببین وقتی بحث از قسمن میشه یعنی یک قسمتش انتقال میکند که موضوع در رابطه غیر قطبی بیشتر تشریح میکنیم، ولی حالا هم میتونه بسیار کم براتون توضیح بیتیم. مثلا دوستا سکون این قسمت داشته باشیم، هیدروژن باشد، این قسمت هم باشد کلورین باشد. دوستا ما یک ساحه را داریم، ساحه اتم هیدروژن را این گونه به این شکل میداشته باشیم، ولی ساحه دیگیش هم داریم. ببین ساحه اتم کلور رو می داشته باشیم. دقت کنید دوستان، ساحه اتم کلور نسبتاً یک ساحه کلانتر انتقال کرده. خیلی خوب دوستان، سعی کن این شکلی از رابطه چی هستن؟ رابطه قطبی هستن که الکترون های اتم هیدروژن یک قسمتش کامل، نه یک قسمت اتم های هیدروژن انتقال کرده به اتم کلورین. این باعث شده که اتم کلورین ساحه بیشتر را داشته باشد. ممکن است سوال دیگه یک در ذهن خیلی از دانش آموزان ما ایجاد شد، پس چرا ساحه هیدروژن نسبتاً بسیار کوچک است یا کم می باشد اما ساحه اتم کلور نسبتاً بیشتر یا زیادتر است؟ فقط یک جواب کوتاه میتونید داشته باشین. ببین چون هیدروژن الکترونگتیفش کمتر است. سکندسان پس الکترونگتیف اتم هیدروژن میگیم 2.1 الکتروولت است، در حالی که از کلور چند هستند؟ 3 الکتروولت می باشد. پس این موضوع نشان می ده. ببینید دوستان چون ساحه یا قدرت جذب الکترون کلور 3 هست و از اتم هیدروژن چند است؟ 2.1 می باشد. پس این موضوع نشان می ده که قدرت جذب کلور بیشتر است نسبت به اتم هیدروژن و این موضوع باعث شده که الکترون های اتم هیدروژن رو کلور جذب نماید. خیلی خوب دوستان، پس ما یک بار خیلی کوتاه براتون قسمت رو تشریح کنیم. یک مثال اشاره کردیم، در رابطه آیونی قسمی براتون توضیح دادیم که تفاوت الکترونگتیف بزرگتر یا مساوی با 1.7 باشد که اینجا براتون توضیح دادیم. ببین سدیم 0.9 الکتروولت بود، از کلور چند بود؟ 3 الکتروولت بود. پس بنابر دوستان ما گفتیم زمان میتونیم تفاوت رو پیدا کنیم که عدد کوچک رو از عدد کلان کم بسازیم. مثلا مثال براتون آوردیم، گفتیم احمد 5 سال است، محمود 10 سال است، تفاوت سنشون چند است؟ گفتین 5. من نگفتم، خودتان گفتین این گپ را. چگونه پیدا کردین؟ عدد کوچک را از عدد کلان کم ساختین. پس بنابراین دوستان اینجا هم همون کار انجام دادیم، این قسمت براتون توضیح دادیم. امیدوارم یاد گرفته باشین و این موضوعی بود که با شما تشریح کردیم. تا دیداری دیگر، همه شما خوبان را به خدای بزرگ میسپاریم. بدرود.